درود و مهر فراوان بر شما. دوستانی که موتورسیکلت دارن احتمالاً این لامپ LED رو میشناسن. مالک این دستگاه عنوان کرد که باتری موتورسیکلتش خراب شده. باتری رو خارج کرد، دو تا خازن 2200 میکرو 65 ولت رو موازی کرد و به موتور بست. رو سرعت زیاد دستگاه سوخت. من فکر کردم که LED ها سوخته. گفتم بیار برات تعویض کنم. ولی وقتی بازش کردم دیدم IC درایور سوخته. اینا IC های PT4115 هستن. دو تا داره. یکی اینجا بود که من خارج کردم. میخوام روش خارج کردن IC رو بهتون بگم. یکی هم اینجاست. در اینجا سوخته و IC باد کرده. این مدار روی آلومینیوم هست. یعنی به شدت داغ میشه. بس این بخش ها حتما باید وجود داشته باشه. این سیر باید خمیر زده بشه. یعنی این بخش وقتی اینجا قرار میگیره به عنوان خنک کننده باید خمیر سیلیکون داشته باشه که اینم پشتش بسته میشه. در اینجا دوتا LED هست، یک مقاومت داره. ما میدونیم ولتاژ موتور هنگام شارژ شدن حدوداً 14 ولته. خب این مقاومت برای این دوتا LEDه. این LEDی ها چشمک زنن، یعنی نیاز به مدار خاصی نداره. اول اینو چک کنیم. منبع تغذیه روی 9 ولته. خب دقت بفرمایید، بس نیاز به مدار نداره، خود این LED ها چشمک میزنن. بس این فقط کافیه به ولتاژ ورودی متصل بشه. بس با این بخش اصلا کاری نداره. چیزی که مهمه اینجاست، یه سری دیود داره که به کمک مولتی‌متر تستای دیودی رو انجام بدید که یکی دوتاشو براتون انجام میدم. این پاور LED ها میسوزن و این درایور، اینم که سلفشه. اینا مبدل های باک هستن. یه MOSFET داخلی داره، کنترل PWM داره، جریانش هم قابل تنظیمه. غالبا 1.2 آمپر به ما میده. مقاومت سنس در اینجاست. خب ما میدونیم اینا دیم دارن دیگه. رو همون پایه SW یا سویچ آوتپوتش حدوداً 1 مگاهرتز هم نوسان میکنن. به خاطر همینه که این سلف کوچیکه. خب چطوری باید این قطعات رو در بیاریم؟ با هویه معمولی خیلی سخته. دوستانی که LED کار میکنن مطمئنم یک دستگاهی دارن که صفحه داغ میشه، مثل اوتو. این صفحه رو روش قرار میدن، وقتی بنزه کافی داغ شد اون وقت با هویه این قطعات رو در میارن. خب من LED کار نمی کنم، بس اون صفحه رو ندارم. ولی باید چی کار کنیم؟ الان روشش رو بهتون میگم. و میخوایم این IC رو خارج کنیم. متاسفانه IC ها رو هم ندارم. 5 تا فروشگاه که خرید میکردم سرچ کردم، IC ها موجود نیست. یکی از مشکلات بزرگ ما نبودن قطعاته و فیک بودن اونها. فروشنده مقصر نیست، کسی که کالا رو وارد میکنه و پخش میکنه اونه که قطعات فیک رو میاره. پس کاری که الان میخوام انجام بدم، این IC درایور رو خارج کنم، قطعات رو چک کنیم و اگر تونستم IC درایور رو پیدا کنم در ویدیوی بعد جایگذاری میکنیم و مدار رو روشن میکنیم. حالا ببینیم چطوری باید این رو جدا کنیم، چون ما صفحه‌ای که بتونه اینو داغ کنه نداریم. خب من میخوام از هیتر استفاده کنم. هیتر رو روی پایه قرار دادم. به این حالت بستمش. خب وقتی هیتر دائم روشن باشه این صفحه داغ میشه. بس امکان داره که این گیرم آسیب ببینه، بخش محافظ یا پلاستیکیش. من همیشه یه کاغذ اینجا قرار میدم. این دیگه بستگی به شماست. میتونید چسب نسوزم قرار بدید. خب حالا باید هیتر رو روی IC تنظیم کنیم. ولی مشکلی که اینجا هست باعث خرابی LED ها میشه وقتی گرما به LED بخوره. من نمیدونم این LED ها سوختن یا نه. بس اول میتونیم LED ها رو هم خارج کنیم. حالا برای اینکه خودم بتونم راحت تر زیر دوربین کار کنم، جهت چرخش صفحه رو با تغییر بدم تا بتونم با هویه اینو خارج کنم. خب تقریبا تو این حالت خوبه. حالا هیتر رو روشن میکنم. فشار باد زیاد بالا نمیبریم. دما فعلا روی 400 درجه است. در اینجا یک مقاومت سنس 150 هستش. اگر در اومد شما میتونید دوباره جایگذاری کنید. اینا هم دیود هستن. خب پایه‌هاشو دوباره لحیم میکنم.
خب قطع جدا شد. هیتر رو خاموش میکنم. برای که سریعتر خنک بشه فشار باد رو زیاد میکنم. برای خنک شدن قطعات تینر نزنید و اینجا رو سریعا نشورید. گرما و سرمای ناگهانی به قطع آسیب میزنه، مخصوصا اگر قطع شما حساس باشه. خب حالا بریم قطع رو زیر لوب ببینیم. خب این آیسی PT4115 هست، یه آیسی 5 پایی هست. دو تا پایی وسط به هم راه دارن، گراند هستن. قسمت بالای آیسی ترکیده. وقتی نوسان ولتاژ ایجاد بشه یا ولتاژ بالا بره آیسی دچار آسیب میشه. حالا پشت آیسی هم ببینیم. این پشت آیسیه. اون بخش زیرین رو به بورد لحیم کنید. به عنوان هیت سینگ عمل میکنه. حالا مکان قرارگیری آیسی رو ببینیم. خب این مکان قرارگیری آیسی. یه دیود SS26 هست. یه مقاومت با کد R150 یا همون 15 و یه دونه سلف. آیسی رو به بالا قرار میگیره. حالا قطعات رو تست کنیم. خب حالا میخوام قطعات رو چک کنم. توی این مدار دیودها باید چک بشن با LED ها. قطع دیگه ای نداره. روی دیود طرفی که خط داره میشه کاتود. ملتیمتر رو تست دیودی هست. خب اولین دیود سوخته. دومین دیود. خب این دیود سالم. دیود شاتکی هم هست. یا دیود سری. اینم سالم. اینم سالمه. این دیود معمولی هست. عدد فوروارد 604 میلی ولته. اینم دیود شاتکیه. 206. خب حالا LED ها مثبت و منفی دارن. این روشن شد. این روشن نمیشه. نمیشه. خرابه. و اینم خراب. بهتره تست با ولتاژ رو انجام بدیم. منبع تغذیه روی 2.9 ولته. مثبت، منفی. خرابه. روشن نمیشه. این آخری. خب این سالم. بس یک دیود و 4 LED به علاوه 2 IC درایور. متاسفانه من نتونستم IC ها رو پیدا کنم. اگر شما جایی رو میشناسید که IC رو میفروشن، IC PT4115، لطفا تو بخش کامنت برای من بنویسید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.